سلام، به اندیشکده از تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. در قسمت قبلی اندیشکده به سراغ عبدالکریم سروش و سخنرانی او در خصوص خدای مولوی و خدای حافظ رفتیم. سروش در این سخنرانی از دیدگاه این دو عارف بزرگ، این دو شاعر بزرگ عرصه فرهنگ ما، تعاریفی رو از خدا مطرح کرد که با تعاریف رایج روحانیت شیعه دست کم و روحانیت سنی و اکثریت مسلمین اختلاف داره. همچنین دیدگاه این دو عارف بزرگ رو با یکدیگر مقایسه هم کرد و بنیه ای رو در واقع سعی کرد بگذاره برای کار خودش که در بخش های دیگر مباحث فکری سروش به کارش میاد. سلسله سخنرانی های سروش در خصوص خدای مولوی یا خدا و قیامت در دیدگاه مولوی بحث های مفصلی است که در جاهای دیگری سروش انجام داده، یا بحث های او در خصوص سلوک دیندارانه در جهان معاصر بخش های دیگری است که کسانی که علاقه داشته باشند می توانند به وبسایت سروش یا به کانال تلگرامی او یا به یوتیوب مراجعه کنند و اون بحث ها رو که به تفصیل در اونجا صورت گرفته دنبال کنند. اما در حد برنامه‌های اندیشکده فکر می‌کنم که طرح این بخش از دیدگاه سروش می‌تواند کمک کننده باشه به اینکه دست کم سوال ایجاد بکنه و فکر ایجاد بکنه از اینکه مسئله آماده سازی دین موجود ایران، باورهای موجود مردم برای اینکه با عصر مدرن و دنیای مدرن تطبیق بکنه، کاری است که ابعاد گوناگونی داره و مشکلات بزرگی سر راهشه که باید وجهه همت دست کم اندیشمندان دینی قرار بگیره. همونطور که قبلا هم عرض کردم در خصوص مهمترین شکاف معرفتی جامعه ما که تضادهای بین سنت‌های ما و جهان مدرن هست، روشنفکران مختلفی از جنبه‌های مختلف سعی کردند که راه حل‌هایی پیدا کنند یا در واقع روی این شکاف‌های معرفتی پل بزنند. روشنفکری مثل داریوش آشوری به سراغ زبان فارسی رفته که قبلا در همین اندیشکده یکی از صحبت‌های او رو در این خصوص خدمتتون ارائه کردیم که چگونه در واقع زبان علمی و پیشرفت‌های علمی جدید رو باید با فارسی در کنار فارسی نشون تا بتوان ظرفیت‌های لازم رو داشت. روشنفکرانی به سراغ مباحث سیاسی، فلسفه سیاسی و تطابق دستاوردهای نوین سیاسی مثل حقوق بشر و دموکراسی و غیره رفتند و سروش از متفکرینی است که به سراغ بخش اندیشه دینی رفته، البته در کنار ده‌ها کار دیگری که او انجام داده، ولی محوری ترین کار او و جنجال سازترین کار او در این حوزه بوده و پروژه مشخص او این بوده که چگونه در واقع دین رو در ابعاد مختلف پالایش هایی بکنه که بتواند ذیل عقلانیت جدید قرار بگیره و بتواند با انسان مدرن تطابق داشته باشه. البته در این راستا سروش از دانش و تجربه خودش در معرفت عرفانی ایران، در تجربیات
خودش با عرفای بزرگ به خصوص مولوی بسیار وام گرفته، تا جایی که در جایی متواضعانه مطرح کرده بود که آنچه میگوید بر سر سفره مولوی نشسته و تنها اندیشه های او رو حمل میکنه و ارائه میکنه. به هر حال وجوهی که به معنویت و عرفان برمیگرده و سیر و سلوک های عرفا هم در فرهنگ ما بخش نیرومندی است که خود این بخش هم برای اینکه با عصر مدرن تطبیق بکنه نیاز به پالایش هایی داره که پاره وجوهش با مدرنیته تطابق نداره. با هم به تماشای قسمت دوم سخنرانی عبدالکریم سروش تحت عنوان خدای مولوی خدای حافظ میریم که از روی یوتیوب برداشته شده و خدمت شما ارائه میشه. با هم تماشا میکنیم. خب ببینید، حافظ به دلیل اینکه گناه برای او یک مفهوم بسیار فربه و کلیدی بوده، خدای او هم از این طریق تعریف میشه. در دیوان حافظ خدا به این اوصاف متعارفی که خدای علیم است و خدای حکیم است و به اینا رو نمیگوید، نه اینکه منکر ایناست، ولی بحثی از اینها نمیکنه. خدای حافظ خدای غفور است و رحیم. یعنی شما اگر در دیوان حافظ بگردید دو تا صفت برای خدا بیشتر ذکر نمیکنید. توجه میکنید؟ حاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشم گناه می بنوش. خب لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. اینقدر حرف توی اینجا، هیچ گناهی نیست که بزرگتر از رحمت خدا باشه. هیچ گناهی نیست که رحمت خدا نتواند اون رو بشوید، نتواند اون رو عفو کند. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، برتر از اون. اینو میگه، دیگه ادامش هم نمیده، میگه یه نکته سربسته رو اینجا برات گفتم، بقیهش رو خودت برو فکر کن در بارش و ببین چه نتیجه ای میگیری. یا در جایی دیگه ببینید خیلی حکیمانه، گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. و بعد در جای دیگه میگه جرم و گناه بنده، به این نکته توجه کنید، جرم و گناه بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت پروردگار چیست؟ ما میگیم خدا غفاره، خدا رحیمه. خب خدا وقتی غفاره که من گناه کنم، خدا وقتی رحیمه که من گناه کنم. اگر آدم گناهکاری نباشه این اوصاف برای خدا ثابت نمیشه، چون چنین وصفی دارد خداوند. اصلا میخواد یعنی اینجوری به ما بگه واقعا اصلا لازمه غفار بودن خدا گناهکار بودن آدمیانه. من گناه میکنم تا غفاریت خدا تثبیت بشود، چنین حرفی رو داره میزنه و یک چنین دیالکتیکی بین خدا و بنده برقرار میکنه. فوق العاده نکته لطیفی است، خیلی شبیه بعضی حرفای هگل است. باری این درک حافظ است از نسبت خدا با عالم، نسبت خدا با انسان، نسبت خدا با خلقت، و اینکه چرا بیش از همه اوصاف وصف رحیم و غفور و غفار رو برای خداوند قائل است، اون رو به میان میکشد. هم از طرفی البته به هر حال از کرم و لطف خداوند سخن میگه که بسیار هم عالی است، ولی از طرف دیگه در حقیقت داره باز مسئله گناه رو مطرح میکنه که گناه بی خودی تو عالم پیدا نشده، چون خدا غفار است گناه پیدا شده. به یک تعبیر میخواد بگه همش هم تقصیر ما نیست، خدا غفار نباشه ما هم گناه نمیکنیم. ببینید یعنی قصه رو اصلا به اون طرف انداخته. خیلی خیلی مهم است این، یعنی شما به این مختصری که من میگم اکتفا نکنید. من امیدوارم فقط یه تلنگری به ذهن شما بزنم تا دربارش فکر کنید. خیلی خوب، پس خدای حافظ خدا حافظ. اجازه بدید که من در باب خدای حافظ بیشتر از این سخن نگم، به دیوان حافظ مراجعه کنید. هر چه من بگم نه بلیغتر و نه لطیفتر خواهد شد از بیانی که خود حافظ آورده است. بی جهت نیست که این حافظ با این همه کلمات می و مطرب و میخانه و غیره که توی دیوانش هست، که تو هیچ دیوانی به اندازه دیوان حافظ نیست،
ولی دیوانش بوی شراب نمیده، بوی خدا میده، بوی حکمت میده. برای اینکه زیر این پرده های ظاهری خیلی نکته های مهم رو نهاده است. آدمی البته در تماس با هر چیزی میتونه تماسش خیلی سطحی باشه، میتونه این سطح رو بشکافه، فراتر بره، فروتر بره و به اعماق برسه. با طبیعت هم شما همین رفتار رو میتونید بکنید، با آدمیان دیگر هم. خب حافظی رویه‌ای داره و یه لایه های زیرینی داره و حقیقتاً لطفی که خداوند با این مرد کرده بود این بود که چشم او رو به یک حقایقی باز کرد که دیگران اون چشم رو باز رو نداشتن و اون نعمت نصیبشون نشده بود. خب اجازه بدید به سراغ مولانا جلال الدین برویم که خود حافظ یکی از کسانی بود که از او بهره بسیار برده بود. من به یاد دارم که وقتی که جناب آقای خرمشاهی کتاب حافظ نامه رو در دو جلد چاپ کردن، ایشون در ابتدای جلد اول اقتباساتی که حافظ از شاعران پیش از خودش کرده بود رو آورده بودن به تفصیل. خب میدونید حافظ گوهرشناس بود و هر جا نکته نیکوی پیدا میکرد برمیگرفت و میابرد و مثل نگین روی انگشتری شعر خودش مینشاند. از سعدی فراوان اقتباس کرده، از سلمان ساوجی، از نظامی، از خاقانی، از خواجوی کرمانی و بسیاری از این بزرگان. ایشان بعد در اونجا نوشته بودند که و عجب این است که گویا حافظ هیچ از مولانا برداشت نکرده است. من بعد از انتشار اون کتابی مقاله مبسوطی نوشتم و اقتباسات حافظ از مولانا رو نشون دادم. بسیار زیادم هست و تازه الان اگر بخوام اون رو دوباره بنویسم شاید دو برابر حجم اون مقاله خواهد شد. یعنی بعد از آن هم موارد بسیار دیگر یافتم. عیبی نیست این البته، ولی میخوام بگم حافظ تحت تأثیر مولانا بود. اصلا نمیشه باور کرد که یه گنجی مثل مولوی اونجا باشه و حافظ پشت بکنه به این گنج و نره و اون رو نگشاید و برداشت نکنه. چنین نبوده. اونم حافظ گوهرشناس. باری حافظ یک قرن پس از مولاناست، لذا مولانا رو میتوان به منزله یکی از منابع و مبادی معرفتی او به حساب آورد. گفتم که حافظ از عدل الهی سخن نگفته. از همینجا اجازه بدید که من وارد جهان مولانا بشم، اما قبل از او بعد نیست من یه غزلی بخونم از مولانا براتون، به هر حال ملال شما رو بزدایم تا بعد. ای خدا این وصل را هجران مکن. ببینید قصه وصل است و هجران. سرخوشان عشق را نالان مکن. بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. این تناب خیمه را بر مکسلان، خیمه توست آخری سلطان مکن. گرچه دزدان خصم روز روشنند، هرچه میخواهد دل ایشان مکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. زبان حال یه عاشق است به تمام معنی کلمه. این که نیست در عالم ز هجران تلختر واقعا حرف اصلی 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 مولانا است و معشوق خودش میگه هر کاری میکنی بکن ولی آن مکن، مرو مبتلای به هجران مکن. ما مرغانی هستیم که روی شاخ و برگ درخت تناور وجود تو نشسته ایم. بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. این زبان حال اوست. اما حالا بیایم به این خدا که معشوق مولاناست نظر دقیقتر و نزدیکتری بیفکنیم و ببینیم که او چه بویی میشنید و اون کان عطر و کان عشق در مولانا چه تأثیری نهاده بود. آخه گفتم کان عطر، این مولانا خودش همینو میگه، میگه عشق بوی مشک دارد لاجرم رسوا شد. چاره نبود مشک را خود از چنین رسوا شدن. میگه عشق بوی مشک، میگه هر کی عاشق خوشبوه، اصلا معلوم میشه که این عاشقه، معلوم میشه که لطافتی در روح این شخص است، معلوم میشه که این
متفاوت است. معلوم میشه که بر روان او، بر جان او عطری زده شده است. البته بازم حالا چون اینو گفتم نکته ای رم یادآوری کنم، مولانا میگوید که مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اون منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و بر جان او کفرها از ببخشید گندها از کفر بی ایمان او. گر میان مشک تن را جا شود، وقت مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. و این آدم این مشک رو که نام پاک ذوالجلال بود بر جان خودش زده بود. آدم معطری بود، آدم منوری بود و عشقی که داشت مثل بوی مشک این عطر می پراکند و همگان رو معطر می کرد و خوشبو می کرد. خب من یه وقتی در قزوین، در دانشگاه بین المللی قزوین درس می دادم، این مثنوی درس می دادم، یکی از من پرسید که لطیفترین، انسانیترین، دلنشینترین شعر مولوی نزد شما چیست؟ خیلی انتخاب مشکلیست، خیلی انتخاب مشکلیست. خداییش 60,000 بیت مولانا شعر داره، 25,000 تا در مثنوی، 35,000 تا در دیوان شمس. خب چجوری میشه گفت؟ اما اونی که من اونجا گفتم و الان هم نزد شما میگم بر همین عقیده. اون بیت این است و اینجا سرآغاز خداشناسی مولانا است. گفت که تو مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این به نظر من لطیفترین، الهیترین، معنویترین شعر مولانا است. نگو منو راه نمیده، نگو من انقدر دورم، انقدر پلیدم که در خور او نیستم. نگو به من محل نمیگذاره. تو مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریمه. کرم مهمترین صفتی است از نظر مولانا که خداوند واجده اوست. نه اینکه عادل نیست، نه اینکه علیم نیست، حکیم نیست، اینا که همه هست، اما اونی که نزد او، نزد مولانا بیشترین جلوه رو داشت و چهره خداوند رو در زیر نور او می دید و می شناخت، اون نور کرم بود. این کرم حکایت ها دارد، خیلی مطلب زیرش نهفته است. اولا چیزیست برتر از عدالت. عدالت رو در دل خود دارد. عدالت یعنی اینکه کسی حق شما رو به شما بپردازد، این میشه عادل. اما کریم اونیست که بیشتر از حق شما به شما میده، اصلا وقتی که شما استحقاقی هم نداری به شما میده، این میشه کریم. داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داده اوست. اصلا نمیتوان گفت که چیزایی که خدا به ما داده ما استحقاقش رو داشتیم. خب ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما کجا بودیم که استحقاقی داشته باشیم؟ خود استحقاق رو هم او به ما داده. ببینید این با شرایط زندگی اجتماعی فرق میکنه. شما میرید کسب استحقاق میکنید، کوششی میکنید و جهدی میبرزید، او وقت بر اثر استحقاقتون طلب میکنید، میگید من طالب و طلبکار فلان چیزم. اما وقتی که کسی نیست، هنوز استحقاقی نیست. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما آییم با تو در میان. ما همه شیران، ما عدمهاییم و هستیها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باد و جام خود را وا مگیر. ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته، چو کودک در شکم. این نجبرین معنی جباری است، ذکر جباری برای
زاری است. ببینید حرف مولانا این است که وقتی موجودی نیست استحقاقی هم نیست، قابلیتی هم نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، او تازه قابلیت را عطا میکنه، وقت بر مبنای قابلیت چیزی هم میبخشه. این مسئله در اینجا که گفتم اتفاقا مورد نظر حافظ هم هست. اون غزل شیرین حافظی که باز مطمئنم همه شنیدید که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گم شدگان لب دریا میکرد، مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد، گفتمش دیدمش سرخوش و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت اونگاه که این گنبد مینا میکرد، گفت اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. حالا به این بیت توجه کنید، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. من مسیحا نیستم برای اینکه روح القدس سراغ من نیامد، اگه میمد منم مسیح میشدم. داد حق را قابلیت شرط نیست، قابلیتی لازم نیست، فقط خدا روح القدس رو بفرسته سراغ من، منم پیغمبر میشم، منم مسیح میشم، منم برتر از مسیح میشم. عین این حرف خب در مولانا هم هست چنان که گفتم، و ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا بدین جا میرسد. این اولین نکته ایست که در مورد مولانا باید بدونید که خداوند رو به وصف کرم میشناسد و میستاید، و مهمترین صفتی رو هم که در آدمیان او میشناسد همین کریم است. یعنی برای اینکه شما تشبه به خدا بکنید کریم باید بشید، واجد کرم باید بشید، یعنی یه جاهایی بتوانید از حق خودتون بگذرید و یا حق خودتون رو لزوماً نستانید یا به کسی بیش از استحقاقش عطا کنید. این اولین نکته در باب خداشناسی مولانا. اما بعد از اون دیگه عشق است و عشق است و عشق، یعنی گام های مولانا در این مسیر برداشته چنان که برای شما گفتم که گمان ندارم هیچ کسی با او بتواند همگامی بکند. خودش میگفت غرق عشقیم که غرق استن در این عشق های اولین و آخرین، مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم لبها بسوزد هم زبان، من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود، من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش، انقدر حرف دارم برای زدن که نمیتوانم لذا دهنم بستم، خموشی من از پر حرفی من است نه از بی حرفی من، عشقی در دل من موج میزند که عشق اولین و آخرین رو در او بریزی باز هم گنجایش بیشتر دارد. این توصیفی است که او از خودش میکنه. میدونید تعریف مولانا از عشق چی بود؟ عشق میگفت محبت بیکران است، نه هر محبتی، محبت بیکران یعنی بی‌نهایت، و محبت بیکران در خور محبوب بیکران است. شما محبت بیکران رو نمی توانید نثار یک موجود محدود بکنید، محبت نامحدود برای معشوق نامحدود. به همین سبب هم هست که میگه غرق عشقیم که غرق استن در این عشقهای اولین و آخرین، مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم لبها بسوزد هم زبان. خب این محبت بیکران که در جان او موج میزد و او رو بنده عاشق خداوند کرده بود، مهمترین صفتی رو که از خدا بر او نمایان کرده بود همین صفت معشوقی بود. خدای موجود دوست داشتنی است، این خیلی مهمه. این یه موجودی نیست که شما از او بترسی. البته شرم در مقابل خداوند میتوان کرد، و شرم یک مقوله دیگری است. من در نوشته‌های خودم آوردم تقوا در قرآن به معنای شرم است نه به معنای ترس. این که خیلی جاها این رو ترجمه به ترس کردن به گمان من جای سخن دارد. شرم متقین
یعنی کسانی که در مقابل خدا شرمنده می شود و این شرم یک احساس وجودی است، نه یک عاطفه که زود گذر. این سراپای وجود آدمی رو فرا می گیرد. لذا مولانا چیزی که در مقابل خداونداش یکی شرم بود، البته خواهم گفت یکی هم همین مقام عاشقی بود که او رو پر از محبت کرده بود نسبت به خداوند، بلکه غرق این محبت کرده بود او رو. خب اما اینجا مولوی یک سخنی داره که دیگه من به یاد ندارم هیچ شاعر دیگر ما در این باب سخنی گفته باشه. ملاحظه کنید، شما هر شعر را از هر شاعری میخواد غیر از مولانا الان به خاطر بیاورید. عشق همیشه نزد عاشق است و این عاشق بیچاره باید دنبال معشوق بدود، معشوقی که گاهی به او بی‌اعتنایی میکنه، گاهی استغنا میورزه، گاهی محل نمیذاره. غیر از اینه خدا حافظ چی میگفت؟ سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیره. هرچی آه میکشیم، ناله میکنیم، التماس میکنیم، هیچ اعتنا نمیکنیم. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم. همه جا شما سوز و تضرع عاشقانه رو میبینید و استغنای معشوقانه که آیا التفاتی به عاشق خود بکند و آیا نکند. این ترجیع بند تقریبا تمام ادبیات عاشقانه ماست به استثنای مولانا. مولانا میگه عشق دو طرف است، یعنی اینجوری نیست که فقط عاشق از عشق بهره مند باشه و معشوق بهره مند نباشه، اصلا و ابدا. میگوید که عشق یک سقفی است که روی دو ستون زده شده است، عاشق و معشوق هر دو از عشق بهره مندند. به همون میزان که عاشق عاشق معشوق است، معشوق هم عاشق عاشق است. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان که هست. لیک عشق عاشقان تنزه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. یه البته اثرش فرق میکنه، عشق در عاشق که میره او رو نحیف میکنه، تنزه کند، لاغرش میکنه، اما در معشوق که میره خوش و فربه کند، خیلی سرخ رو میشه و خیلی چاق و دوست داشتنی و. ولی هر دو از اثر عشقه. عشق معشوق رو خواستنی میکنه و عشق عاشق رو دلبرده معشوق میکنه، بلکه اصلا پرتو معشوق است که بر عاشق میتابد. یعنی حرکت از اون طرف شروع میشود نه از این طرف. شما دل نمیدی، او دلتو میبره و دل شما رو میبره و شما هم وقتی که دل میده و هر دوتاییتون بهرمند از عشق میشید. و غایت عاشق این است که نه تنها به معشوق برسه، مثل معشوق بشود، نه اینکه بره فانی در معشوق بشود، مثل او بشود، هم رتبه او قرار بگیرن. تعبیر خیلی 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 زیبای گرامر شکنی که مولوی در باب معشوق داره همون نکته ایست که در غزل خودش میگه: در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. جلوه کن در باغ تا ناموس گلشن بشکند، ای که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. معشوق منتر از من است، نه یک چاهی است که عاشق در او بیفته، یه چاله‌ای که در او بیفته. ولذا شما وقتی به او میرسید، تازه من شما فربهتر میشه، خود شما خودتر میشه و شما یک موجود غنیتری میشوید. نه تنها هویتتون رو در نمیبازید، واجد هویت فربهتری میشوید. در دو چشم من نشین، ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. این اون تفسیری است که مولانا داره. در واقع خداوند یه منی است که از من ماها منتر است. ما به او که میرسیم به خودمون رسیدیم، اما به خودمون در یه سطح بالاتری. خلاصه سخن مولاناست. بسیار 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 فاصله دارد با قول کسانی که فکر می‌کنند خدا نسبت به ما بیگانه است. خدا نسبت به ما یگانه است. ما بیگانه ایم از او که باید به او برسیم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. بنابراین رسیدن به او رسیدن به یک من برتر است و
و این من برتر بیگانه با ما که نیست، هیچ یگانه است. به همین دلیل هم هست که مولوی در واقع به صراحت به ما میگه مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بود است. که تمام این 26000 بیتی که اینجا هست یه حرف بیشتر توش نیست و اونم وحدت است، یعنی یگانگی با خدا، یکی شدن، اصلا خود رو با خدا یکی دانستن. ما جدایی نداریم، در حقیقت خیال میکنیم جداییم، ما جدایی نداریم. همین خیال از پیش برخیزد وصال است. توجه کردید به قول شیخ محمود شبستری که در وحدت دوی عین محال است، خیال از پیش برخیزد وصال است. شما کافیست فکر نکنی که غیر او هستی و فکر کنی و بدانی و بفهمی و یقین کنی که عین او هستی، با او یگانه‌ای. و مثنوی مهمترین تعلیمش از نظر مولانا همین است، راهش هم عاشق شدن است. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزگر. این عشق چیزای مفترق رو، متفرق رو و بیگانه رو با هم اتحاد میبخشه، یکی میکنه و این معجزه عشق است واقعا. هیچ چیز دیگری این کار رو نمیتونه بکنه. و در اثر این عاشقی شما با خدای خودت که خیال میکنی از او جدا هستی یکی میشی، با خدای کریمی که خود شما رو دوباره به خود شما میبخشد، به شما باز میگرداند، خودی که گم شده بود، خودی که از خودش خبر نداشت و از معشوق و از خدای خودش خبر نداشت. نکته بعدی که در باب خدای مولانا باید بگم در همون عاشقی هاش، خب ببینید یکی از اوصاف خدا در قرآن چیه؟ الله نور السماوات والارض. این تک آیه است در قرآن که خدا رو به وصف نوریت و نورانیت میگه. خداوند تقریبا همه جا در قرآن یا خدای شارع است یا خدای سلطان. سه چهره دارد خداوند در قرآن، یا شارع است، قانونگذار است و صاحب و فرستنده شریعت است، یا سلطان است، ملک است، قدوس است، به تعبیری که در قرآن آمده. فقط یک آیه داریم که در سوره نور است، که سوره نور هم به همون سبب نور نامیده شده و اون همین آیه است که میگوید که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح و المصباح فی زجاجت از زجاجت و که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه. خداوند نور است و همه آسمان ها و زمین رو روشن کرده است الی آخر. آیه خیلی مهمی است و غزالی یک کتاب به نام مشکات الانوار در باب اون آیه دارد. دیگران هم توضیحات زیادی دربارش نوشتن که معنای نور بودن خداوند چیست. خب ببینید یه وقت است که ما راجع به نور صحبت میکنیم، خب خیلی خوبه، اما یه وقتی که مثلا وارد نور میشیم، نورانی میشیم، مثلا خودمون منور میشیم، این دو تا بحث است دیگه. به قول مولانا یه وقتی که شما از آتش حرف میزنید، وقتی که میرین تو آتش، یه وقتی مینشینین میگین که از اون پشت دیوار دودی برمیخیزه، لابد اونجا یه آتشی هست. اما یه وقتی که خودتون در آتش مینشین، گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. میگه بعضیا از روی دخان دلالت میورزن بر وجود آتش، ما احتیاجی به این استدلال نداریم، ما وسط آتشی، لازم نیست دیگه بگیم دخان دلالت میکند که آتشی هست یا نیست. خب این آدم وسط آتش بود، وسط نور بود، این رو خودش بیان کرده. لذا هر جا که مولوی از نور سخن میگه، این رو شما یادتون باید باشه، داره از خدا سخن میکنه. دو جا در غزلهای خودش که بعضیاش رو هم شما شنیدید این تعبیر رو داره. یک جا میگه من غلام قمرم، یک جا میگه من غلام آفتابم. هر دوتا شنو من بنده خدا، منتها فرق داره که آدم بگه بنده نورم، متنور به نور اون مبدعم، یا بگه من بندم و بردم و سجده میکنم. به هر حال یکی از یک حالت خیلی برتری، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. این همه که من از خدا حرف میزنم، بلکه من غلامشم، مثلا در خونهشم، توی خونهشم، با او زندگی میکنم. نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم
این از تعبیرات لطیف مولاناست. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت صفت خراب گویم. من رسول آفتابم، این علاوه بر غلام آفتاب بودنه، من فرستاده اوام، من رو این نور فرستاده که به شما هم نور برسانم، من رو روشن کرده تا شما رو هم روشن بکنم. این همون مفهوم حبابی است که روی شمع میگذارن که این نور رو پخش میکنه، و این دقیقا تفسیر همون آیه الله نور السماوات که نور خدا نوری است که در حبابی است و اون در مشکاتی است و او در زجاجه است، همینطوری حباب روی حباب که این نور رو پخش میکنه. چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی، ترجمه میکنم نور او رو برای شما، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. این معنایی است که در واقع مولانا معتقد به او وحی هم میشود. با پاره از دوستان صحبت میکردیم، من به اونها گفتم بله، عارفان ما و من جمله مولوی هیچ تهاشی نداشتند از این که بگویند به اونها وحی میشود. مولوی رسما به ما میگه من رسول آفتابم و پنهانی از او میپرسم، سوالاتم رو میپرسم، میام جواباشو به شما میگم. من با او یک رابطه نهانی دارم، بین ما یک مکالمه و مراوده مخفی وجود داره و راحت ما با هم حرف میزنیم و گفت و شنود میکنیم و نتیجهش رو هم با شما در میان میگذارم. بعدش هم به قدم چه آفتابم به خرابه ها بتابم، به گریزم از امار. هر کی میگه من روشنم، من سراغش نمیرم. اونایی که میگن من تاریکم، میرم پیشش. هر کی میگه که من خوشم، من کاری ندارم. اونی که فکر میکنه احتیاج به طبیب داره، من میرم پیش. این همون مفهوم خودخواهیه، این همون مفهوم خودخواهیست. آب کم جو تشنگی آور بدست. هر کی میگه تشنم، من میرم آب به کامش میریزم. اگر یه کسی گفت من آب نمیخوام، خب نمیخواد دیگه، لابد احتیاج ما نداره. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت صفت خراب گویم. خب غزل دیگر، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو پیش من، جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. یادم رفت به شما بگم، این مولوی شیرین کامترین آدم تو دنیا، خوشتر از این آدم والله من ندیدم. اصلا شیرینی موج میزنه در کلام او و در احوال او. غزل دیگری داره، میگه چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. میگه یه شکر فروشی در منزل ما مغازه داره، هیچ وقت نشد بگه من شکر دیگه تموم شد، ندارم. هر وقت رفتم به من داده. هوسیست در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. سحری ببرد دل را غم اصل او به جایی، که رزوز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو پیش من، جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم. از اینجا به بعد ببینید مضمون این است که خدا عشق. من یه کتابی دارم انشاءالله منتشر خواهد شد تحت عنوان خدا چون عشق، و الهام من از همین غزل مولاناست. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن جامه مدر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت. سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر، خواهم شد گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیش از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. خیلی نکته لطیفه است. این که میگه این غیر فرشته است، این زیر و زبر کننده است، این
میگه من در گوش تو حرفای نهانی خواهم زد. اینا رو گفت، اینایی که گفت، من گفتم خب این مگه غیر خداست؟ گفت بله همینه، این هست. ولی جان پدر هیچ مگو. چرا؟ چون اولش گفته بود که چی؟ عشق اومد در گوش من، با دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن، جام مدر، هیچ مگو. نهایتش برمیگرده میگه خدا چون عشق. نزد مولانا یکی از حکیمان آلمان گفته بود که شبیه ترین چیز به خدا در جهان سکوت است. خب خیلی سخن شنیدنی است و جای بحثش اینجا نیست. از مولانا بپرسین که شبیه ترین چیز به خدا روی زمین چیه، میگه چیه؟ میگه عشق است. اگر میخواین ببینید خدا چه جوریه، چه شکلیه، هر چقدر شما از عاشقی با خبرتر باشید خدا رو بهتر شناختید. ممکنه یه کسی بگه من مثلا برم فلسفه بخونم، برم کلام بخونم، خدا رو بشناسم، فاین، بسیار خوب، اونم یه راهی. اما اگر بخواید که درونی شما بشه، نهادینه بشه، ملکه بشه، اصلا یک معرفت کاملا نزدیک، جانی، شهودی، درونی پیدا بکنید، مولوی میگه راش اینه که شما از عشق یک بهره‌ای باید داشته باشید و خدا رو میشناسید. خدا اگه بخواد نازل بشه، بیاد روی زمین، تنها چهره‌ای که میگیره، تنها جامه‌ای که به خودش میپوشه، جامه عشق است. در این صورت ظاهر میشه، اگر بخواد ظاهر بشه، و در واقع ظاهر شده و در همین صورت هم ظاهر شده. و این مضمون همون نصیحتی بود که از حافظ خواندیم که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. میگه اصلا نقش مقصود در کارگاه هستی، به تعبیر ساده هدف از خلقت و آفرینش عاشق شدن است. عاشق شو و الا یه روزی کار جهان سرآید، عمرت به پایان میرسه، هیچی هم دستت نیست، هیچی هم نفهمیدی از این عالم، هیچی نفهمیدی. اون چیزی که برترین معرفت از خداشناسی است و بهترین راه خداشناسی عشق شناسی است و بهترین راه عشق شناسی عاشق شدن است. برای اینکه شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متا. به پایان وقت نزدیک میشیم، من دیگه نباید بیش از این تجری کنم و تخطی از حدود بکنم. یکی از بخش‌های بسیار لطیف و دلربای مثنوی و دیوان شمس دعاهای مولاناست. یه جاهایی که یه مرتبه بی اختیار بدون نقشه قبلی ناگهان این مرد یاد خدا میفته. همیشه یاد خدا بوده. مثنوی اصلا با نام خدا آغاز نمیشه که اول بیاد نعت خداوند، نعت رسول، اینها نیست. بشنو این نه چون شکایت میکنه. ولی اون وسط ها به مناسبت ناگهان مثل اینکه به اصطلاح موش و آتش میزنن، مثل این میمونه که ناگهان خودش رو در کام خداوند میبینه و متضرعانه و فوق العاده بندوار به خداوند رو میکنه. یکیش همون غزلی بود که خوندیم، ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. و اون البته در دیوان غزلیات بود. در مثنوی هم ابیاتی داره که من به منزله سخنان پایانی این رو براتون میخوانم که گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش، پیش از این که این خاک ها خسفش کنند، پیش از این که این بادها نشفش کنند. قطره ای که اندر هوا شد یا کریخت، از خزانه قدرت تو کی گریخت. آب و دریای خداوندان توست، باد و آتش جمله در فرمان توست، گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. تو بزن یا ربنا آب تهور، تا شود این نار عالم
جمله نور. خدای مولانا، خدای حافظ، خدا حافظ و سلام علیکم. در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان میخواستند، جان و دل را میسپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. میزنی تو زخمه و بر میرود تا به گردون، زیر و زارم روز و شب. ساقعی کردی بشر را چل سبوه، زن خمیرن در خمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. میکشم مستانه بارت بی خبر، همچو اشتر زیر بارم روز و شب. تا به نکشایی به قندت روزه ام، تا قیامت روزه دارم روز و شب. چون زخان فضل روزه بشکنم، عید باشد روزگارم روز و شب. جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم انتظارم روز و شب. تا به سالی نیستم موقوف عید، با مه تو عیدوارم روز و شب. زان شبی که بعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب.
روز و شب را می شمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، در میان این قطارم، این قطارم روز و شب، در هوایت بی‌قرارم، بی‌قرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب، جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب. میزنی تو زخم و بر میرود و بر میرود، میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود و بر میرود، جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، مجنون کنم روز و شب. میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود، بر میرود، میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود، بر میرود، بی‌قرارم روز و شب.
ندارم بر ندارم روز و شب جان روز و جان شب جان تو انتظارم انتظارم روز و شب جان روز و جان شب